به نام خداوندگار اوج و پروردگار فرود، رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما عزیزان. دوستان گرامی، با یک کلیپ آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. این کلیپ آموزشی رو اختصاص دادم به سنگ صندوق در غار. دوستان گرامی، مبحث غار مبحث بسیار بسیار گسترده‌ای هست و بنده دوستان گرامی مقدمه یک سری کارها رو در رابطه با نوشتن یک سری کتاب‌ها آغاز کردم. بنابراین هست که کتاب‌هایی رو تقدیم حضورتون بکنم به صورت کاملا مجزا. یک کتاب در رابطه با غار، یک کتاب در رابطه با چشمه، یک کتاب به صورت کامل در رابطه با قلعه ها، یک کتاب به صورت کامل در رابطه با رودها. همه اینها رو به صورت مجزا دوستان گرامی تقدیم حضورتون میکنم و طوری باشه که این کتاب هم مطالب ارزشمندی داشته باشه، هم از نظر ارزش و بها دوستان گرامی قیمت کمتری داشته باشه که توان تهیه این کتاب رو داشته باشید. کمکم بکنید تا بتونم این کتاب ها رو تهیه بکنم، تایپ بکنم و به نوعی در اختیار شما خوبان قرار بدم. حمایتم بکنید با لایک و سابسکرایب و بریم سراغ سنگ صندوق در غار. دوستان گرامی، در غارهای نامی و حتی زاغه ها ما سنگ های صندوق رو داریم. سنگ های صندوق عموما رنگشون سفیده. سنگ صندوق دوستان گرامی یکی از وجه مشخصاتش اینه که رنگش سفیده و همین سنگ سفید بهش میگن سنگ صندوق و زیر همون سنگ سفیدی که بهش میگن سنگ صندوق بارگذاری انجام شده و با دازین به راحتی آب خوردن میتونید مکان اون رو تشخیص بدید و عمق اون رو تشخیص بدید و حتی تعداد سکه ها یا نوع اون وسیله ارزشمند زیر اون سنگ صندوق رو با همین دازین دوستان گرامی میتونید مشخص بکنید. برخی از حالا علاوه بر خدمتون سنگ صندوق، در برخی از غارها دوستان گرامی کف اون حالت سنگ فرش هست. جنس اون سنگ فرش از جنس آجر هست. یک مکانی رو در غار شما دارید که کف غار به صورت با آجر کار شده، به راحتی همون منطقه رو دازینگ میزنید، نو همون آجر، قسمتی که آجر فرش شده در کف غار میتونه ابعاد بزرگی رو داشته باشه، دازینگ داشته باشید زیر همون مکانی که آجر فرش شده دوستان گرامی بارگذاری انجام شده، برای نقطه دقیق بارگذاری دازینگ لازمه. اینجا دیگه نقطه زن برای شما کار نمیکنه. اینجا دیگه چون داخل غارها دوستان گرامی شرایط این رو ندارن که شما بتونید از برخی از سیستم ها استفاده بکنید، اما دازینگ در برف و باران و گرما و سرما و همه اینها کار میکنه و عمق و مسافت نمیشناسه. چرا؟ چون با ذهن شما هماهنگ میشه و چون با ذهن هماهنگ هست مرز نمیشناسه و همین که مرز نمیشناسه این دازینگ به نوعی فراتر از همه سیستم های دیجیتال حتی موجود در کره زمین هست. همین دازینگ با همین سادگی کارهای خارق العاده ای را انجام میده که شما انگوش به دهان میمونید و مات و مبهوت. اما بریم سراغ مابقی سنگ صندوق. خدمت شما عرض بشه که سنگ صندوق، اگر حالا ما اینجا در محیط غار گفتیم، اگر همین سنگ صندوق ما در غیر محیط غار بود دوستان گرامی، روی اون سنگ سه تا خط عمود، شما بخونید 111. اگر سنگی رو داشتید به عنوان سنگ بهش میگفتن سنگ صندوق و سه تا خط عمود یا عدد 111 رو روی اون حک کرده بودن،
دازینگ بزنید، میتونه زیر همون سنگ یا پیرامون همون سنگ آخرین نقطه باشه و بهترین نقطه برای بارگذاری همون سنگ صندوقی است که روش علامت 111 است. برای نقطه تعیین نقطه آخر دوستان گرامی حتما از دازینگ استفاده بکنید. حمایت هم کنید با لایک و سابسکرایب و ارسال کامنت لاتین. دوستان گرامی پاسخگوی تمامی کامنت هاتون هستم با افتخار. اگر تأخیری پیش میاد در پاسخ به کامنت هاتون بنده رو ببخشید، اما حتما پاسخگوی تک تک شما خوبان خواهم بود. مهرتون جاوید و روزگارتون وصل آرامش و امید. امضای خدا پای تمامی رویاهاتون. بدرود.